سلام عزیزان، خوش اومدید به منحرفان شریف. رونالدو رکورد علی دایی رو شکست، کلن دوتا گل دیگه هم در مسابقه دیشب در برابر ایرلند زد که بهتون میگم چقدر جالب بوده اون بازی و یه پلانتی هم از دست داده و اومد یه پست دیگه توی صفحه خودش منتشر کرد و از علی دایی کلی تعریف و تمجید کرد که الان بهتون میگم. لطفاً بکوبید رو دکمه لایک، بریم سراغ ادامه ویدیو. روی دکمه سابسکرایب هم یک ضربه کوچیک بزنید که عضو کانال بشید. دمتون گرم. دو تیم پرتغال و ایرلند شب گذشته در حالی به مسافه یکدیگر رفتند که کریستیانو رونالدو پیش از این بازی موفق شده بود با رکورد گلزنی علی دایی برابر بشه، یعنی 109 تا گل ملی بزنه مثل علی دایی که 109 گله بود. او در دقیقه 15 یک ضربه پنالتی رو از دست داد، اما این پایان ماجرا نبود و فوق ستاره پرتغالی دو گل دیگه در دقایق 89 و 96 آخرین لحظات بازی زد تا علاوه بر این که تیمش را از شکست نجات داد، به تنهایی در صدر جدول گلزنان ملی قرار بگیره. او پس از پایان بازی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تقدیر از علی دایی و رکورد او پرداخت و نوشت: دلیل دیگر من برای این حجم از خوشحالی که در حال حاضر از رسیدن به این رکورد دارم این است که علی دایی بالاترین حد استاندارد را در این زمینه ثبت کرده بود و من گاهی فکر می‌کردم که هرگز به رکورد او نخواهم رسید. به شهریار بابت حفظ طولانی مدت چنین رکوردی تبریک می‌گویم و از او سپاسگزارم که وقتی گل می‌زدم و به رکورد فوق‌العاده او نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدم برایم احترام زیادی قائل بود. جالب بدونید در برابر ایرلند وقتی اومد دقیقه 15 پلانتی رو بزنه، بازیکن تیم ایرلند توپ رو تغییر داد جاش رو و همین باعث شد که رونالدو گل نزنه، یعنی این خیلی عصبیش کرد که اون توپ گل نشد و پرتغال یکیش عقب بود تا دقیقه 89 که رونالدو گل زد و مساوی کرد و دقیقه 96 هم یه گل بسیار مهم زد و تیمش رو برنده اون بازی جذاب کرد. علی دایی رکورد پوشکاش رو در سال 2003 شکسته بود و 18 سال آقای گل جهان بود با 109 گل که شب گذشته رونالدو با زدن دو گل و رسیدن به 111 گل ملی رکورد رو شکست و الان آقای گل جهان هست در مسابقات ملی. مرسی که تا آخر این ویدیو رو با من همراه بودید. اگه لایک نکردید این ویدیو رو لطفاً لایک کنید. از سابسکرایب شما هم خیلی ممنونم. دم همتون گرم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.